آمریکا دو گروه شبه نظامی وابسته به ایران به همراه یک شرکت هواپیمایی ایرانی و یک شرکت خدمات پرواز در خارج از ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای در روز گذشته شرکت هواپیمایی قشم فارس دفتر نمایندگی خط هواپیمایی ماهان در پایتخت ارمنستان و نیز لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون را که به طرق مختلف در جنگ داخلی سوریه فعالند تحریم کرده است. هوشمند میرفخرایی گزارش میدهد. لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون به ترتیب از افغانها و پاکستانیهایی که در ایران زندگی میکنند تشکیل شده و هر دو تشکیلات زیر نظر سپاه قدس فعالیت میکنند. سپاه قدس نیست که بازوی خارجی سپاه پاسداران است از این مهاجران به عنوان شپه نظامی در سوریه استفاده می کند. وزیر خارجه آمریکا هم با ارسال تویت استفاده ابزاری جمهوری اسلامی ایران از این پناهجویان و تبدیل آنان به سپر انسانی در جنگ سوریه را به شدت محکوم کرده است وزارت خزانه داری آمریکا رژیم ایران را که از پناهجویان به آن کشور به عنوان تومه انسانی استفاده می کند و آنان را به سوریه میفرستد تحریم کرده است به دنبال عمل شنی استفاده جمهوری اسلامی ایران از سربازان خردسال پروازهای خط هواپیمایی ماهان به آلمان نیز لغو شده است فشار حداکثری به رژیم ایران ادامه می یابد وزارت خزانه داری آمریکا علاوه بر لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون هواپیمایی فارس ایر قشم را که عامل اصلی ترابری هوایی سپاه قدس است و نیازهای لوجیستیکی و حمل و نقل نیرو و تسلیحات از ایران به سوریه را تعمین می کند تحریم کرده است لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون تعمین کننده ی نیروی نظامی مورد نیاز سپاه قدسند مالکیت هواپیمایی فارس ایرقشم که برای رفع نیازهای حمل و نقل هوایی سپاه قدس استفاده می شود متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان است این شرکت رابطه تنگاتنگی با سپاه قدس و وابستگان به آن دارد و عامل اصلی نقل و انتقال پرسنل و تسلیحات از ایران به سوریه است وزارت داری آمریکا میگوید علاوه بر حمل و نقل نفر و تسلیحات سپاه قدس از خط هوایی ماهان برای انتقال اجساد شبه نظامیان وابسته به ایران که در نبردهای سوریه کشته شدهاند مکررا استفاده کرده است. هوشمند میفخرای صدای آمریکا.